مشخص شد که تو ترس خدا داری. و این خیلی عجیبه. این چیزی که هشم به ابراهام میگه. یعنی چه حالا مشخص شد؟ یعنی که الان مشخص نبود که ابراهام آوینو ترس از خدا داره؟ ابراهام آوینو حساب بکنید. 9 تا نیسایون بسیار سخت را ایستادگی کرده. 9 تا آزمایش سخت. این دهم میشه. 9 تای قبلی را آزمایش ها را ایستادگی کرده. حتی بریت میلا آسون نیست برای یک آدم 99 ساله که بریت میلا انجام بده. تموم زندگیش را وقف کرده، اختصاص داده برای مسائل مقدس، برای خلسل به دیگران، برای گویلوت خسادیم. و الان خدا بهش میگه که عطا یادتی که یه الهی متا. خب حالا مشخص شد مبشات مرزد بهش. چطور امکان داره که الان مشخص شد؟ قبلش هم مشخص بوده. این سوالیه که میشه پرسید. و یه سوال دیگه که میشه پرسید و اونم ارتباط داره با همین سوال اینه که ببینید در ایام قدیم خیلی ها بودن، اصلا مد بوده که فرزندانشون رو قربانی میکردن برای عبودازارا، برای بوتها، بوت مولخ. اصلا نحوه عبوداش همینطوری بوده که بچه هاشون رو قربانی میکردن برای اون. و ابراهام آوینو چه فرقی با اینا داره؟ یعنی چرا کار ابراهام آوینو عقیده ایسحاق اینقدر ارزش داره؟ خب این همه آدم بودن، حالا درسته اونا برای عبودازارا میکردن، ابراهام آوینو برای هشم خواست بکنه، ولی چیه که انقدر هشم میگه که این نیسایون دیگه بزرگ بود و تو الان مشخص شد که یه الوکیمی و تا به امروز هم ما داریم از زخوتش استفاده میکنیم، زخوت عقیده، دلیلش چیه؟ قبل از اینکه این را پاسخ بدیم یه معصم من از گمارا تعریف میکنم، مسخت عبودازارا دافیوتخت، که در اونجا یه داستان جالبی تعریف میکنه. در چه دوره‌ای بوده؟ دوره بعد از خرابی بیت المقدس، زمانی که رومی ها حکومت میکردن بر اسرائیل و خیلی گزروت سختی را برای اسرائیل ها بریده بودن که تورا نمیتونن بخونن، بریت میلا نمیتونن انجام بدن، شبات نمیتونن نگه دارن، میقوه ها را بستن و خیلی از خخامیم را متاسفانه میکشن. اسارا هروگه ملخوت، 10 نفر از هروگه ملخوت، کسانی که توسط رومی ها شهید شدن، مثل ریبی عقیبا، مثل ریبی اودا بن باوا، مثل ریبی خنینا بن ترادیون، ریبی خوسبی تمتورگمان و بزرگان دیگه. هممون میدونیم داستان های اون زمان را. خیلی وضعیت سختی بوده و دوره ادریانوسه، حدود 50 سال بعد از قربان بیت المقدس، خرابی بیت المقدس دومه. و اونجا وقتی که رومی ها گزاره کرده بودن که هیچ کس حق نداره که تورا بخونه، یکی از خخامیم بزرگی که از سنائیم به اسم ریبی خنینا بن ترادیون که پدر خانم ربی میر و الهنسه ایشون، گمارا تعریف میکنه که ریبی خنینا بن ترادیون میومده مکیل کیلوت، مردم رو جمع میکرده، شاگرداش جمع میکرده و بهشون تورا یاد میداده. این ریسک بسیار بالایی داشته، خطر بسیار بالایی داشته، ولی این کار را ریبی خنینا بن ترادیون انجام میداده. و روزی ایشون میشنوه که یکی از ربانیم بزرگ دیگه، یکی از سنائیم دیگه به اسم ریودی بهیسما، ایشون بیمار شده و برای عیادت آخرای عمرشون بوده، میره پیش ریویوسی بن قیسما و ریویوسی بن قیسما میگه که خنینا آخی، خنینا داداش من، برادر من، تو نمیدونی که این امت رومیا، این حکومت روما مینهشمایی میمنخو از طرف حق دشوار خو این را حکومت بهش دادن که بیت المقدس رو خراب کرده، صدیقی ما کشته، این همه گزروت سخت کرده، با این وجود هنوز اینا دارن حکومت میکنن، تو چجوری داری با اینا خودتا به خطر میندازی؟ نکن این کار را، خودتا به خطر ننداز. ریبی خنینا بن ترادیون بهش میگه که، به ریبی یوسی بن قیسما میگه، مین هشم من یرخم، از طرف خدا کمک میکنن، مثل هشم یرخم امروز میگه هشم یرخم، خدا رحم میکنه، خدا کمک میکنه. ریبی یوسی بن قیسما عصبانی میشه، میگه که
من دارم انی عمر لخ دوریم شلتم من دارم با منطق و دلیل و برهان دارم با تو صحبت میکنم تو به من میگی مین شمعی میرخمو تعجب میکنم اگر که تو را همراه با سفر تورا اینا نگیرن و نسوزونن و واقعا متاسفانه این اتفاق میفته گمارا تعریف میکنه که میان وردی بخنینا بنت رادیون را میگیرن سفر تورا به دورش میپیچن و داخل آتیشش میندازن و یکی از اسرا هروگ ملخوت ده شهید جزء رهبانیم بسیار بزرگ تنهایی که در راه تورا شهید میشن اما اونجا یه دیالوگ دیگه بین اینها مطرح میشه که خیلی جالبه ربی خنینا بنت رادیون از ربی یوسی بن قسما میگه معنی الحی عالم حبا من عالم حبا چجوریه میگه شما چجوری میبینی عالم حبای من چجوریه و ربی یوسی بن قسما ربی خنینا میگه که کلو معسه بالا یاد خوا کاری اومده دستت اتفاق خاصی افتاده کار خاصی کردی چی کار خاصی کردی که ببینم وضعیت تو عالم حبا چجوریه و ربی خنینا بنت رادیون میگه آره یه معصه ای اتفاق افتاده من یه سری پول برای سعودای پوریم کنار گذاشته بودم و این پول سعودای پوریم را قاطی شد با پول صدقا و من نمیدونستم و همه اینا را بین فقرا پخش کردم و با این وجود نیمدم اون پول خودم ها پولی که متعلق به خودم بود پول سعودای پوریم بودم از این پولی که بین صدقا پخش کردم بعداً بگیرم گفتم باشه برای صدقا باشه و ربی یوسی بن قسما بری بخنینا میگه واه اگر که اینجوری تو انجام دادی مخلقه خیلی خیلی از مثل سهم تو باشه سهم من دولان هم با خب این داستانه به کیتسور به اینجا میرسه و سوالی که اینجا مطرحه بابا این اصلا چه حرفیه چه سوالی ربی خنینا بنت رادیون میپرسه چه جوابی ربی یوسی بن قسما میده ربی خنینا بنت رادیون تمام زندگیش را وقف آموزش تورا کرده ثانیه به ثانیه داره جون خودش را به خطر میندازه به خاطر اینکه تورا یاد بده هر لحظه ممکنه بگیرنش و بکشنش رومی ها تو سخت ترین و بدترین شرایط بعد وقت میپرسه که من علما بام چجوریه بعد ربی یوسی بن قسما میگه خب چیکار کردی عملی اومده دسته این چه جوابیه عملی اومده دسته بگه آره علما بابا تو داری مسیح رو نفش میکنی تو هر ثانیه داری خودتو به خطر میدازی چی میگه که عملی به دستت اومده یا نیومده و از اون ور بعد از اینکه میشنوه که خب این پول صدقای قاطی شده و نیومده پولش رو جدا بکنه چی که میگه انقدر تعجب میکنه و میگه واو پس سهم تو جایی که تو داری اونجا من تو علما بابا باشم خب چیه به خاطر یه همچین اون چیزای بزرگا نمیبینی این چیز مسئله کوچیک ظاهرا این مسئله کوچیکیه به خاطر اون اینقدر داری تاکید میکنی جوابش چیه جواب هر دو تا گوشیا چه گوشیایی که در مورد ابراهام آوینو پرسیدیم و چه گوشیایی که در مورد این داستان پرسیدیم یک چیزه ببینید خیلی وقتها یک انسان خداوند در تو و طبیعتش استعدادهایی را گذاشته و علاقه هایی را گذاشته که آدم کشش داره به یه سری مساله یه سری استعدادها داره یه سری علایق داره و این علایق خیلی وقتا یه جنبه های میسواس مثلا یکی تو طبیعتشه که عشق داره به تورا لذت میبره که آموزش تورا داشته باشه آموزش بده کیف میکنه خب یکی عشق داره به خسد گمیلوت خسدین لذت میبره که به دیگران کمک بکنه دست نیازمندان رو بگیره هر کسی که جایی کمک نیاز داره بهش کمک بکنه و این خیلی خوبه ولی این نشأت گرفته از اون طبیعتشه اون استعدادایی که خدا بهش داده هشه و نمیتونه درجهش از یه جایی دیگه بالاتر بره ولی وقتی که آدم همون آدم میاد میسوای هشم را حتی میسواهایی را که خیلی نسبت بهش کشش نداره حتی میسواهایی را که خیلی درکش نمی کنه حتی میسواهایی را که خیلی با اخلاق و روحیاتش جور در نمیاد انجام میده اون وقتی که این بالاترین ارزش رو داره ببینید ابراهام آوینو تمام زندگیش را حقدش کرده و وقف کرده و مقدس کرده برای خسد برای گمیلوت خسادی برای کمک به دیگران اوکی؟
ولی این جزء طبیعتشه، اخلاقشه، روحیاتشه. خب و سایر میسیونات هم همینطور. ولی یه چیزی که با روحیه ابراهام آوینو 180 درجه برعکس، منافات داره، متناقضه، و اون چیه؟ کشتن یه آدم دیگه. و اونم کی؟ بچت. و اونم چجوری؟ با این حالت واقعا تراژدی. این ابراهام آوینو این با روحیش کاملا متناقضه و ابراهام آوینو با این وجود این کارو انجام میده. چرا؟ چون هشم گفته. در نتیجه هشم به ابراهام میگه عطای یادتی که یرا الهیم عطا. حالا مشخص شد که تو ترس از خدا داری. تا الان خیلی مشخص نبود. خیلی ها میتونستن بگن که اوکی، این اخلاقش این آدم اینجوریه، آدم نایسیه، آدم خوبیه، آدمیه که به همه کمک میکنه. ولی الان تو به خاطر دستور من یه کاری انجام دادی که با طبیعتت متضاد، متناقضه و حالا در نتیجه مشخص شد. معصیه ربی خنینا بنت رادیون و ربی یوسی بن قیسمان همین. ربی خنینا بنت رادیون، ربی یوسی بن قیسمان ازش میپرسه که خب ببین، من میدونم تو خیلی تورا میخونی، میدونم میسی رود نفش داری میکنی، میدونم تنهایی، میدونم بزرگترین راوی اسرائیلی، ولی شاید این جزء طبیعت استعدادیه که خدا بهت داده. آیا کاری به غیر از این کردی؟ یه عمل خاصی که لون معصه بال یاده خواهد که متفاوت باشه. نگم اون عمل از روی این چیزیه که خدا بهت داده. گفت بله، من پولم همینجوری کردم، پولم هم به خاطر صدقه دادم. و گفت آه، پس الان دیگه اینا مکمل شد. این نشون میده که اون اعمالتم اینها همش لشمشامیمه و به خاطر هشمه. و این درسش برای ما چیه؟ این داستانا برای ما درس داره. درسش لمعصه ولخن. خب ما باید چیکار بکنیم؟ ببینید خیلی نسوه ها هست که ما انجام میدیم، ولی خب جزء روحیاتمونه، درکش میکنیم، میفهمیم، دوستش داریم، لذت میبریم. اینا خیلی خوبه، اینا رو باید اجرا کنیم و ساخار هم میگیریم سرش. ولی کامل کنندش وقتیه، متممش وقتیه که ما حتی اون میسوهاییه که نمیفهمیم، باش کانکت نمیشیم، نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، درکش برامون سخته و حتی با روحیاتمون تناقض داره، اونها را هم اجرا بکنیم. اون وقته که این میشه لشم شامعیم. اون وقت مشخص میشه که ما فقط به خاطر دستورشون این کار میکنیم. من مثلا یه مثال به ذهنم میرسه. مثلا فرض بفرمایید که میسای قنسی پور یه آدمی هستش که او به همه کمک میکنه، صدقا میده، حق نصدرخیم داره، مهمون میاره خونش، به تلمون تورا کمک میکنه، به این کمک میکنه، همه کاری میکنه. خب ولی نمیتونه بفهمه مثلا مثلا قنسی پور یه پرنده یا میبینی رو جوجهاش خوابیده، خدایا من بیام این پرنده رو مادره رو بپرونم، جوجه ها رو بردارم، تخمه رو بردارم، چه کاریه؟ نمیتونه درک بکنه. آوان داره تو ذهنش میاد. ولی وقتی این انجام میده این میشه فقط لشم شامعی. مثلا یه مثال در مورد ایرانی ها بزنم. ما تو ایران این بحث داریم که خیلی وقتا میسوهای بیورخامس داریم قبل پسخ و خیلی وقتا خیلی ها به این میسوهای سخته براشون اجرا کردن. ما تو کالچرمون، تو اون فرهنگی که داریم، نونا همیشه میبینیم زمین افته و حلاخا هم همینه. ما چش میکنیم، میذاریمش بالا، نمیذاریم روش راه نمیریم. درست هم هست. خب بعد میگن چجوری بسوزون این نونا قبل پسخ، خلیلا خست و شالا، حالا بیا درستش بکن. خیلی ها اینا نمیتونن درک بکنن. ولی وقتی که میسواس میسواس، مثل ابراهام آوینو میسواس که الان عقدت ایسخاق انجام بدی میره انجام میده. باید یه آدم رو بکشم سر ببرم؟ میکنم، چون هشم گفته. بچمه؟ بچمه، باشه. این که البته خب این نیسایون بود، هشم واقعا نمیخواست این اتفاق بیفته. یعنی وقتی که آدم حتی اون چیزی را که نمیفهمه با سخلش با عقلش تضاد داره، ولی میگه هشم گفته، هشم گفته تمام سال نونا کابوت بذار، الان گفته بیور کن، خامسا بیور کن، بسوزون، من میکنم. خب این میشه یه یهودی که نه بر طبق احساس خودشو، علایق خودشو، استعداد خودشو،
تمایلات خودش نسبت به نگه می‌داره، بلکه نسبت به اون چیزی که هاشم گفته. این میشه یه چیز، یک کار درست که ابراهام آوینو این خصلت رو داشت. پس در نتیجه حتی جایی که برامون سخت بفهمیم که چرا هلاخا اینا گفته، چرا تورا این دستور داده، چرا هاشم اینجا اینا گفته، و برامون سخته که ارتباط برقرار کنیم با اون، وقتی اتفاقا چنین میسوهایی رو انجام میدیم، اون وقتی که مشخص میشه که این عملمون لشم شامعیمه، به خاطر قدشا بریخوه و نه به خاطر مسائل دیگه. خب از ایران تعریف بکنیم. این یه دورتورای کوچیک بود. خزاک برم خزاک بروخیم تیو. در مورد ایران میدونید هنوز 20,000 براخا اسرائیل در ایران زندگی میکنن، اکثریت در تهران، بعد در شیراز و بعد در اصفهان و بعد در کرمانشاه و شهرهای دیگه هم هستن که تعداد کمی زندگی میکنن، مثلا بوشه، همدان، رفسنجان. رفسنجان مثلا چند تا خانواده داره، حتی دو تا کنیسا داره، دو تا مینیان داره، یزد، سنندج، مینیان داره، سنندج، سرپل ذهاب، کامیاران، بله، بروجرد، شمال ایران، بوشه، رش، اینا هر کدوم یا چند براخا یا دو سه تا خانواده اسرائیل داره، اونجا زندگی میکنن. و ما حدوداً تخمینمون اینه که حدوداً 20,000 براخا در ایران الان یهودی زندگی میکنن. آمار رسمی 10,000 براخا است، ولی چیزی که میدونیم ما، خیلی از اسرائیل ها توی سرشماری نمیگن ما اسرائیلیم به دلایل مختلف، و خیلی از اسرائیل هم هستن که اصلا تو جامعه نیستن. یعنی من مثلا باید تعودت یهدوت بدم، تاییدیه یهودیت که میدم، باور کنید خیلی وقتا برای هایاس یا برای جای دیگه کسایی میان و میان پیش من که من اصلا تالو ندیدم، کجا زندگی میکنی؟ تهران؟ کی هستی؟ چجوری؟ همه کلیسا من میرم و البته تحقیق میکنیم میبینیم یهودیه. یعنی واقعا ما اون چیزی که میبینیم دو برابر حد اولین آمار، من فکر میکنم حدود 20,000 براخا هستن شیراز و تهران، حدود 10,000 براخا، شیراز حدود 6,000 براخا، اصفهان حدود 3,000 براخا، جای دیگه هم حدود 1,000 براخا. این حدودیه که تخمین میزنیم. و باروخ هاشم در طی این 10 سال خیلی از لحاظ مذهبی پیشرفتای بسیار بسیار عالی و بزرگی صورت گرفته، خیلی پیشرفت شده. ما در تهران یشیوا داریم و حتی بنده وقتی که رفتم اونجا گفتم باید یه دورم، یه خوابگاه داشته باشن که جوانای ما که از شهرستان ها میان میخوان بیان یشیوا، یا اصلا دانشجو هم میخوان برن دانشگاه، یه خوابگاه یهودی داشته باشن. یه واحدی ها خریدیم که اونجا هست، دورمیتوریه، خوابگاهه و میان تا هر زمانی که بخوان میتونن بمونن و غذای کاشرشون تأمینه، غذای کاشر دارن بهشون میدیم. و خیلی جوونا اومدن از اصفهان، از شیراز، از رفسنجان، از کرمانشاه، از جای دیگه و ماها یا حتی سالها موندن، سمیخای گرفتن، سمیخای ربانوت، سمیخای شخیتا، سمیخای سفروت، انواع و اقسام، یا وارد، بله، و برگشتن به جامعه خودشون و خدمت دارن میکنن. یعنی راو کیلاشون شدن تو کنیساشون، یا شخیتا رو دست گرفتن، یا سفروت رو دست گرفتن. تو تهران ما سفر داریم، شاگرد خود من که بهش سمیخا دادم داره سفر تورا مینویسه. یعنی این اصلا نبوده، همچین چیزی نبوده. باروخ هاشم پیشرفت‌های بسیار بزرگی صورت گرفته. کلل ابرخیم داریم، حدود 40 براخا در ایران ابرخ داریم. این ابرخا نصف روز لیمود دارن، نصف روز درس میدن، میرن مدارس، مدارس یهودی و همینطور تلمود توراها در کلیساها اسرا و درس میدن. به بچه‌ها میشنا، گمارا، شولخان اروخ یاد میدن. کسایی داریم که کل 60 خوندن، 30 دادن. کسایی داریم که شولخان اروخ ها باقی هم واردن. باروخ هاشم این پیشرفتای خوب خدا رو شکر صورت گرفته. الان از نظر کشروت هم همینطور، ما 4-5 تا 6 تا کنیسا، چیز میسادا، رستوران کاشر داریم در تهران و همینطور در اصفهان دوتا داریم، گوشتی و لبنی، بساری و خالاوی. در شیراز دوتا داریم
و با مشگیخ تمیدی، با مشگیخ نبود اینا، با هشکاخاس قصابی ها هشکاخا نداشت، مشگیخ نداشت. الان همه قصابی ها بارخش هشکاخا داره، همه چیز پلونت میشه، همه چیز مشخصه، منظم، مرتب. این مسائل هکل لفی علاقه. حتی من با یه سری از مسئولین رؤسای کشروت اوکی مثلا یه جلسه داشتم، تجربیاتمون رو رد بدل میکردیم که شما چی کار میکنید، ما چی کار میکنیم. باور کنید تو خیلی موارد استانداردهای ما بالاتره از استانداردهایی که اینجا هستش. یعنی باروخش اینجا هم عالی، اونجا باروخش هم عالی. و میقواوت رو ریمادل کردیم، میقواوت رو تعمیر کردیم خدا رو شکر با بهترین شکل ممکن، پر و هدار، خیلی باشکوه از نظر هیلخاتی خیلی بهترش کردیم، برزریا، برهشکا، از نظر بهداشتی بهترین فیلترها، حتی اوزون، یووی، اینا برای ما خیلی مهم بود که از همه نظر عالی باشه که خانوم ها بتونن استفاده بکنن و جذب بشن که میسوای مهم تویلا رو انجام بدن. مدارس را، مدارس میدونید شبات ها ما چهار تا مدرسه اسرائیلی داریم در تهران، دو تا دخترونه، دو تا پسرونه. اتفاق، روحی شاد، فخر دانش و ابریشمی. و اینها شبات ها از دو سه سال بعد از انقلاب مجبور بودن بچه ها برن شبات ها برن مدرسه. چند سال پیش یه جمعه